شما بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و شما بیننده یکی دیگه از برنامه‌های نگاه روز در تلویزیون کانال جدید هستید. جدیداً ستاره اسکندری مسئله شده در مدیای اجتماعی. رفته بودن در ترکیه و در فروشگاهی بی حجاب هستند. حالا چرا این مسئله اینقدر داغ شده؟ بی حجابی یک زن ایرانی در کشور دیگر مثل ترکیه. باید به سابقه صحبت‌های ستاره اسکندری در ایران برگردیم و اصلا بحث زیادیه که آیا درست ویدئوی شخصی یک کسی رو بدون میل طرف، بدون رضایت طرف در دنیای مجازی پخش کنیم. حسن صالحی مهمان برنامه ما هستند. خوش اومدید حسن صالحی به نگاهی روز. خیلی ممنون، متشکرم. حسن صالحی، از اینجا شروع کنیم. این ماجرای ویدئویی که از ستاره اسکندری در مدیای اجتماعی پخش شده که بی حجاب هستند رو چیه و شما چطور میبینید این ماجرا رو؟ بفرمایید. بله، ببینید، خب ستاره اسکندری یک بازیگر شناخته شده سینما هستند تو ایران و ایشون کسی هستند که در تلویزیون جمهوری اسلامی این و اون بر به طور مستقیم و غیر مستقیم از فرهنگ و ارزش‌های جاری در کشور که اسلامی هستند حمایت و پشتیبانی خودش رو اعلام کرده و همینطور در زمینه حجاب گفته مزاحم کار من نمیشه و همینطور از آقای حسن روحانی هم به جمهور حمایت کرده، مراسم افطاری ایشون رفته، حالا سفری به دلیل مرخصی تابستونی یا هرچی اومده کشور همسایه ترکیه، اونجا بیهجاب بوده، داشته میگشته و یک کسی ناظری که شاهد ماجرا بوده فیلم ایشون میگیره و بعد یه مقدار برخورد فیزیکی هم با وجود ظاهرن میاد که طبعا نادرسته و بعد البته این فیلم رو منتشر میکنه در مدیای اجتماعی و این موضوع بحث میشه و عده این رو به حساب ریاکاری میگذارن که شما اینطوری در داخل کشور از حکومت و ارزش ها و فرهنگ حاکم دفاع میکنین، چطوریه که وقتی میاد بیرون بیهجابی تو رسم دیگه رو پیش میگیرید؟ خب حسن صالحی، مگه نمیدونیم در ایران حکومت تحمیل کرده بیهجابی رو به زنان؟ یعنی حتما باید ستاره اسکندری در ایران با حجاب باشه، خصوصا در فیلم هایی که بازی میکنه باید با حجاب باشه. چه ایرادی داره ایشون در ایران با حجاب باشن، وقتی میان ترکیه حجابشو بردارن؟ شما که طرفدار بیهجابی هستید و حجاب اسلامی و اجباری جمهوری اسلامی رو نقد میکنید، نباید از این خوشحال باشید شما؟ والا من خیلی خوشحالم که خانم ستاره اسکندری بیهجاب در ترکیه ظاهر شده و این نشون میده که چقدر ارزش‌های اسلامی که حتی کسایی که سنگش به سینه میزنن، حالا به هر دلیلی، حفظ موقعیت شغلیشون، حفظ موقعیت هنریشون، به چاپلوسی و تملق‌گویی حکومت میپردازن، چقدر پوشالی و چقدر بی‌ارزشه که حتی این آدما وقتی 2 متر ایورتر از جمهوری اسلامی فاصله میگیرن بالاخره حجابشون رو ور میدارن و سعی میکنن آزادانه حرکت بکنن. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلام خیلی تلاش کرده که حجاب رو تحمیل بکنه و یک کسایی هم از همین هنرمندا، بازیگران، سینماگرها سعی کردن کمک بکنن و ابزاری برای پیشبرد این تبلیغ تحجر و کهنه پرستی تبدیل بشن، ولی با همه و هزار کار دیگه تحمیلات رو حاکم بکنه به زنان، ولی خود زنان قبول نکردن، تو ایران مبارزه کردن و ایستادن جلوی حکومت و بیارزش کردن، باطل، اعتباری نداره و ارزشی نداره و زیر پا گذاشتن، لگدکوبش کردن و اینها خودشون بارها بهش اعتراف کردن. ولی تا اونجایی به خانم ستاره اسکندری برمیگرده، من فکر می‌کنم که بالاخره من آدم میتونه بفهمه که تحمیلاتی هست، آدم اگر در عرصه هنر و سینما کار میکنه خب یک اجبارهایی هست، ولی آدم لازم نیست که خوش رخصی بکنه برای حکومت، لازم نیست تملق گویی بکنه، لازم نیست تبلیغ بکنه، لازم نیست به مراسم افطار بره، لازم نیست در حالی که زنان
شجاعانه دارن علیه حجاب اجباری مبارزه میکنن بره سنگ اینو بزنه که خب من مشکلی ندارم، از ارزش ها و فرهنگ حاکم در کشور حمایت میکنم، لازم نیست اینا رو بگه. بسیاری از هنرمندان هستن در ایران که تو همون فضا دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، ولی به هیچ کدوم از اینا تن در ندادن. بعضیشون ایستادن و برایشون مشکلاتی حتی به وجود اومد، ولی حاضر نشدن به تملق‌گویی، چاپلوسی و تبلیغ و ابزار تبلیغی جمهوری اسلامی تبدیل بشن. مسئله بر سر اینه. بله، برخورد زنانی که همین مدت داشتیم بی حجاب اومدن، دستگیر شدن، زندانی شدن، دختران خیابان انقلاب رو داشتیم، کتک خوردن، از بالای پله ها اینا رو زدن، انداختن. وقتی این زنان که بی حجابی هم داره خیلی گسترده تر میشه، داره تو ایران هر روز داره بیشتر میشه، وقتی این ماجرا رو میبینم، برخوردشون باید با شخصی مثل ستاره اسکندری و امثال اینها که از جمهوری اسلامی اینطور از ارزش ضد ارزش های جمهوری اسلامی اینجور دفاع میکنن، چه برخوردی مردم باید؟ بخشی از اون چیزی که ما در این ویدیو میبینیم همین خشم و ناراحتی رو نمایندگی میکنه. من گفتم کاری ندارم، گفته میشه در این ویدیو برخورد فیزیکی صورت گرفته که من شدیداً اینو نادرست میدونم، ولی اون خشم و اعتراض و عصبانیت بابت همینه. ببینید، ما جامعه نیستیم که زنان در اون کشور این بردگی، این تحقیر رو پذیرفته باشن. 24 ساعت داره در علیه این ستمکشی، علیه حجاب، این سمبل بردگی زن، علیه این مثلا وسیله‌ای که کل جامعه رو سعی کرده مختنق بکنه، جمهوری اسلامی با حجاب کردن بر سر زنان داره مبارزه صورت میگیره، قربانی داده، جریمه میشن، زنا به زندان میفتن، محکومیت میگیرن، آسایش زندگیشون رو دست میدن و حاضرن این همه هزینه ها رو بپذیرن. و بعضی از هنرمندان میرن در ردا و سنای این حکومت و قوانین و فرهنگ ارتجاعی حاکم، این حکومت رو در طرفداری از جنایی از حکومت بلنگوی اینا میشن و خجالت هم نمیکشن و به عامل دست حکومت تبدیل میشن. بله، یعنی باید خانم ستاره اسکندری به جای اینکه این کارا رو میکرد یه طوری سمپاتی و حمایت خودش و اشکال مختلفی که خودش هم ضربه نزنه نشون میده با این زنان مبارز. بله، ولی با همه این چیزهای نقدی که شما به کار خود شخص ستاره اسکندری دارید و موقعیت زنان هم مطرح کردید، آیا یه چیزی اینجا گم نیست؟ ببینید، مسئله خصوصی بودن زندگی شخصی آدم ها. ایشون در یه شرایطی در یک فروشگاهی بی حجابن، یه کسی بدون اجازه اینا این فیلمو گرفته پخش کرده، این تجاوز به حریم خصوصی این شخص محسوب نمیشه؟ ببینید، زندگی هنرمندا و بازیگران سینما سلبریتی ها به یک جایی در معرض قضاوت عمومی مردم قرار میگیره و به این معنا متفاوت با هر فرد و شخص عادی دیگه در جامعه. به هر حال بخصوص اونجایی که یه عده ای از اینها، حالا خانم اسکندری یه نمونه اش هست که از یه جاهای غیر مستقیم و مستقیم از حکومت دفاع کردن و بعد در کشور دیگه رسم و رسوم دیگه را از خودشون نشون میدن. خب به نظر من شهروندان جامعه حق دارن کنکاش بکنن و این روش دوگانه و این ریاکاری رو مورد انتقاد قرار بدن. حالا میتونه اشکال مختلفی داشته باشه دیگه. ولی نقدتون به حکومت چیه؟ بالاخره حکومت وادار کرده اینا زندگی دوگانه داشته باشن، فریبکار باشن، چاپلوس باشن، هرچه. شما آیا اون نوک حمله شما به این اشخاصه یا به حکومته؟ نه، طبعا اینطوری که نوک حمله ما به حکومته، ولی خب اشخاص هم میتونن انتخاب بکنن، بخصوص کسایی که میگم در معرض دید همگان هستن و انتخاب. ببینید، مثلا در جریان شورش سالهای 88 یه دی احمد رئیس جمهور وقت احمدی نژاد خس و خاشاکن دیگه، یک هنرمندی پاشد و یک آواز خون خلاف این دل. این خس و خاشاک رو یه طور مورد تعرض قرار داد و مورد غضب قرار گرفت.
و خب هزینه داشت براش. بنابراین میخوام بگم آدم ها میتونن انتخاب بکنن. من تحمیلات اجبارای مذهبی رو میفهمم در ایران، ولی در این حال صحبتم بر سر اینه که خب مردم میتونن انتخاب بکنن. عامل اصلی همه این مصیبت ها، این بلایا جمهوری اسلامی که حتی یه عده رو مجبور میکنه به چاپلوسی از حکومت بپردازن، به خاطر اینکه بتونن هنرشون رو عرضه کنن یا کسب و کار و بیزینس خودشون داشته باشن. چرا باید اینطوری باشه؟ آدم باید هنرش خودش عرضه بکنه، نباید توی همچون موقعیت قرار بگیره طبعا، و این موقعیت باز عوض بشه. من دوست دارم اشاره ایم به، اگه موافق باشیم، به برخورد جمهوری اسلامی داشته باشیم. بله همینو، الان برخورد جمهوری اسلامی با این ماجرا چطور بود؟ بفرمایید. ببینید اینا، خب خانم ستاره اسکندری در رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی زیاد کار میکنه که سریال و فیلم و اینا بازی میکنه. کیهان ایران، کیهان اصولگرا، کیهان شریعت مداری، کیهان شریعت مداری، اینا تون برخورد کردن، گفتن اینا چطوریه، باز یه فکری کرد جلوشون گرفت و نذارین اینا از اموال بیت المال سو استفاده میکنن و بعد میرن یه فرهنگ فساد و فحشا و این چیزا رو درست کرده به خانم ستاره اسکندری. و کسایی مثل مطهری که حالا یک کمی به اصطلاح خواسته نرمتر برخورد بکنه، اومده صحبت کرده که خب نباید حالا زیاد بشونم گیر بدید، اینا توی کشورهای دیگه موظف نیستن این قوانین رو پیروی بکنن. این هر دو اینا روی یک اصلی دارن انگوش میزنن. اینا میدونن بی اعتباره این حجاب در اون جامعه، حتی در نزد کسایی که به چاپلوسی از این حکومت پرداختن. بنابراین یکیشون برافروخته است که میخواد نشون بده که هنوز ارزش اعتباری داره، این ارزش اعتبار باید حفظ بشه. یکی دیگه میگه آقا گندشی در نیاره، بی اعتباره، ولی خود دیگه زیاد شلوغش نکنه، اینو بادش بزنیم بی اعتباریش بیشتر میشه، بنابراین بزنیم همینطوری باشه. وضعیت سرشکستگی جمهوری اسلامی رو در قبال حجاب نشون میده. خب یک 30 ثانیه‌ای به شما وقت میدم بگین آینده حجاب در ایران به کجا میره؟ بفرمایید. آینده حجاب در ایران به اونجایی میره که این جمهوری اسلامی با حجاب سر کار اومد و با بیهجابی زنان هم از سر کار میره. این واقعیتی که ما همیشه گفتیم و زنان و مبارزشون برای لغو حجاب و مقابلشون با آپارتاید جنسی در ایران رکن مهم سرنگونی این حکومت و نقش بزرگی زنان ایفا میکنن در این مبارزه. خیلی ممنون حسن صالحی. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، شما شاهد برنامه نگاه روز در تلویزیون کانال جدید بودید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. سلام.